نقشه راه کسب و کارها در سال 2024. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از کانال جعبه ابزار هوش مصنوعی. من نوید طاهری هستم و اون چیزی که در ادامه بهش گوش میدید اپیزود چهارم از این پادکست هست. با این حرف بزنیم که کسب و کارا چه اتفاقی قرار براشون بیفته تو سال پیش رو، ما میتونیم چطوری به عنوان یه آدمی که حالا صاحب یک جایگاهی هستیم، بالاخره کسب و کار شخصی داریم یا کارمندیم یا هر چیزی، تو سال 2024 خودمون رو رشد بدیم، توسعه بدیم، ببریم به سمت یه اتفاقای بهتری و یه عالم ابزار در اختیار ما وجود داره و قرار گرفته که قبلاً نبود. خیلی ساده بگم بچه، شما اگر برید تحولات حوزه‌های تکنولوژی رو توی 30-40 سال اخیر بررسی بکنید، سال 2023 یک سالی بود که عموم مردم به یه شیوه خیلی، یعنی به حد وسیع، ابزارهای تکنولوژیک در اختیارشون قرار گرفت. اتفاقی که این وسط افتاد این بود که قبل از این ابزارها رو مثلا نهادهای اطلاعاتی نظامی بسیار پژوهشی، دانشگاه ها به صورت محدود در اختیار داشتند. در رابطه با شکل‌گیری اینترنت و توسعه اینترنت اتفاق افتاد، به انضمام این که اساسا ما داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم که تلاش کنیم ببینیم که تو دنیای امروز ما کجای ماجرا قرار گرفتیم، چه امکاناتی در اختیار ما هست و چطوری میتونیم از این ابزارهایی که در اختیار ما قرار گرفته که خیلی رایگانه بهره ببریم و بریم از یه حدی فراتر بگذاریم پامونو. خب ببین، همه ما صحبتم قطع نشه، گفتم یه زمانی اینترنت اختراع شده بود، بعد از چند سال در دسترس عموم قرار گرفت و امروزه یک سطح عظیمی در حد شاید 60% مردم کره خاکی دسترسی به یه اینترنتی دارن. حالا در چه حدی هست، مثل بچه های گل ما که از داخل ایران شاید دارن ما رو همراهی میکنن، اینترنت بسیار داستانداری هست، ولی خب این دسترسی وجود داره. تا زمانی که این دسترسی وجود داره، شما یه ابزاری داری بود که به کمک اون میتونی بری در کالبد فیزیکی خودت توی خونت نشستی و یه گوشه دیگه دنیا داری یه خدماتی میدی، یه کاری میکنی، یه سری آدم رو داری باشون ارتباط میگیری و این میشه شروع یه بیزینسی که خارج از چارچوب‌های فیزیکی کشور تو، جایی که توش داری زندگی میکنی و سرویس های تو که حالا هر چیزی هست میتونه عرضه بشه به آدم های یه گوشه دیگه دنیا. این رو میخوام بهتون بگم که در سال گذشته، یعنی 2023، چه اتفاقی افتاد. هوش مصنوعی استفاده تجاری و عامش رو بین مردم شروع کردن، یعنی شرکت ها شروع کردن دسترسی دادن به بخش زیادی از آدم ها در رابطه با AI یا هوش مصنوعی و این آدم ها که حالا خیلی هاشون آدم های متخصصی هستن، مثل شماهایی که الان اینجا تو این گفتگو کنار من هستید، یواش یواش تحت تأثیر این ابزارهای جدید اومدن رفتن به سمت اینکه خب حالا این ابزارها چه کمکی به من میکنه که مثلا تخصص خودم رو، توانمندی های خودم رو توسعه بدم، رشد بدم، اون چیزی که هستم و از این استیج ببرمش جای دیگه. مثلا فکر کنید شما یک پزشک هستی و در گذشته اگر مثلا در حین بررسی یک اطلاعات حالا پزشکی یا حتی توصیه یا حتی نوشتن یک نسخه به یک سوالی برمیخوردی، احتمالا اولین کاری که میکردی شاید در حالت نرمال میرفتی سراغ اون دایره المعارف یا انسایکلوپدیای خودت که مثلا فلان دارو چه ساید افکتایی داره. حالا شما فکر کنید امروز یه ابزاری داری، یه اسیستنت AI داری که این اطلاعات تمام این دایره المعارف ها رو به روز در خودش ذخیره کرده و کافیه من پزشک در رابطه با تجویز فلان دارو ازش یک سوالی بکنم و این دیتایی که به من میده یه دیتای دقیق و پزشکی. البته این رو بهتون میگم بچه، تمام پلتفرم های هوش مصنوعی چنین قابلیت هایی رو ندارن. این خیلی مهم هست که ما بدونیم مکانیزم آموزش دیدن اینها چگونه هست. یه سوالی که اغلب دوستان برشون پیش میاد این که آقا جان، من مثلا فلان تخصص رو دارم، میرم مثلا میزنم توی AI رایگان، این جوابای غلط به من میده. خب نگاه کن، یه سری چیزها رو اینها به صورت جنرال اصطلاحا آموزش دیدن یا ترین شدن روش.
این اطلاعات این یه بچه یکی از کودکی یک دانشی رو براش تعریف کردن و این یواش یواش بزرگ شده و حالا یک دایره از تخصصها و مهارتها و دانش رو در خودش داره. حالا شده تبدیل شده مثلا به نمیدونم داروساز. این آدم داروساز الزاماً راجع به تاریخ اگر ازش سوال کنیم ممکنه اطلاعات خیلی گسترده‌ای نداشته باشه. تو حرفه خودش به هر شکلی سطح قابل تعاملی از دانش رو حتما داشته. حرفم اینه که شما اگر توی حوزه‌های تخصصی دارید کار میکنید، ابزارهای هوش مصنوعی که استفاده میکنید باید در اون زمینه آموزش دیده باشد در گذشته، یعنی ترین شده باشه و این کار بسیار پرهزینه‌ایه. یعنی شرکتی مثل اوپن ای آی صدها میلیون دلار هزینه کرده تا این چت باتش رو که به اسم چت جی پی تی هست آموزش بده. ضمناً این اوپن سورس هم نیست، یعنی ما نمیدونیم چطوری این آموزش دیده و همین چند ماه پیش که دسترسی شد توی برای کاربر پلاسش آورد به همه، گفت آقا جان اگه شما کاربر پلاس هستی ما 24-5 دلار داری پول میدی، این چتبات من با بینگ لینک میشه میره توی اینترنت هم اطلاعاتی رو جستجو میکنه و دیتای بروز میده. قبل از ما اطلاعاتش مثلا تا سال 2021 بود، حالا ما داریم اولین روز سال 2024 داریم صحبت میکنیم. حرف بنده این هستش که بچه ها ببینید این ابزارها بسته به اینکه شما چطور ازش کمک میگیرید استفاده میکنید و اینکه اون ابزار به ذات اصلا چطوری آموزش دیده میتونن برای ما اثرگذار باشن یا نباشن. پس یک، ابزارهایی که رایگان هستن تمام این پلتفرما یه سطحی از خدمات رو به صورت رایگان عرضه میکنن. مثلا شما الان ببینید چت جی پی تی رو میتونی به کمک کوپایلت مایکروسافت ازش استفاده کنی، یعنی باش تصویر کرییت بکنی، 30-40 تا تصویر در روز بهت میده، میتونی باش چت بکنی، اطلاعاتی که تقریبا تو چت جی پی تی پلاس شما بهش دسترسی داری رایگانه. اگه گوشیت اندروید یا به اصطلاح آی او اس، هر دو تاش الان اپلیکیشنش در دسترس هست. کوپایلت مایکروسافت بزنی لوگوی آبی رنگی داره پیداش میکنی. منتهای مرتب توجه داشته باشید باز این خدماتی که داره میده به شما لیمیتد هست، محدوده. یعنی میاد اگر مثلا یک سطحی از دانش تعریف شده توی مثلا این حوزه، این رو خلاصه تر کرده، چون علاوه منطقی هزینه‌ای که این باید بگیره تا بتونه این دیتا سرورش کار بکنه، پروسس کنه، یک پرسشی رو که شما ازش میکنید جواب دقیق کافی و جامع بده، خب اینو اومدن اکونومیزه اقتصادیش کردن دیگه تو نسخه رایگان. پس همه اون چیزی که ما میخوایم رو تو نسخه رایگان بهش دسترسی پیدا نمیکنیم. حالا چه بکنیم؟ اگر یه تخصص دقیقی داریم بهتر هست برویم سراغ اون ابزارهایی که تو حوزه ما کاربردیان و یه اشتراک معقولی هم اغلب دارن، 20 دلار در ماه، که این عدد رو تبدیل کنیم به پول ایران مثلا شما 1.5 میلیون تومان. حالا فکر کن سایت واسطه بعد بخری فلان 2 میلیون تومان می‌خوای هزینه بکنی و شما کمترین خدماتی که با این ابزارها بتونی بدی، حالا بسته به تخصص حرفت تنوع کاری که داری می‌کنی، حداقل بین 10 تا نمیدونم چند صد برابر این پولی که داری میدی به عنوان اشتراک رو می‌تونی از اینا خروجی بگیری. یعنی چه خروجی بگیری؟ یعنی از این ابزارها استفاده کنی به بقیه آدم ها حالا یا سرویسی بدی یا آموزشی بدی یا همون کسب و کار خودت رو توسعه بدی. مثلا فکر کن شما یک فروشنده طلا جواهر هستی، تو همین شرایط امروز که دولت دنبال تصویب نمیدونم فلان چیز مالیاتی 20% بر خرید و فروشه، بعد مردم پول داره، خب بخاطر تورم پول بی ارزش میشه، یه عده‌ای خب به هر شکل همیشه طلا رو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیدن و من حالا اون فروشنده ام، یعنی من سرمایه گذار یا فلان نیستم، من دارم خدمات میدم و یه سرویسی یه چیزی میفروشم به آدما، طلا جواهر میفروشم. حالا یه فروشگاهی باید برم توی بازار طلا بگیرم، کلی هزینه بکنم، ماهانه اجاره بدم، مالیات و دارایی و اینها هم که تغییر نمیکنه و حالا بر حسب اتفاق مشتری اونجا حالا بیاد و تو این شرط از من خرید بکنه. حالا همین فروشگاه رو من میبرمش بچه‌ها براتون میذارمش توی پلتفرم مجازی. اون بازار سهمش از آدمایی که میان هر روز طلا جواهر بخرن چقدره؟ مگر در روز مثلا 10 میلیون نفر که نمیان اونجا، یه سهمی داره مثلا شما فکر کنید 10,000 نفر اصلا مراجعه میکنن تو اون بازار، یه فروشگاه که نیست، 500 تا فروشگاه مثلا. از بین این 500 تاش این فروشگاه مثالی دوست ما یه سهمی داره و این سهم حالا چقدر میشود خدا میدونه. حالا اینو ببرش توی پلتفرم مثلا همین اینستاگرام که مثلا ما میگیم 30-40 میلیون یوزر فارسی اکتیو داره، یعنی اینا روزانه دو سه روز یه بار بستگی به شرایط حالا اینترنتشون یاری کنه وی پی ان اینا میان سر میزنن تو این اپلیکیشن. از این چند میلیون نفر
که شما حالا فضای فروشگاه تو که رایگانه، شما پلتفرم اینستاگرام از شما پولی نمیگیره بابت اینکه یه اکانت حرفه‌ای بیزینس بسازی توش و حالا اینو تبدیلش کنی به فروشگاه خودت و 24 ساعت هست، یعنی لازم نیست که شما مثل اون فروشگاهی که تو شهر داری بری مثلا در حجره صبح باز کنی، نمیدونم نگران دزدیده شدن اموالت باشی و هزار چیز دیگه. و از این 30-40 میلیون نفر باز همه اینا که مشتری تو نیستن، یه درصدشون مخاطب تو هست، ولی اون درصد خیلی عددش بزرگتر از اون چیزی هست که قرار بود هر روز فیزیکی بیاد به فروشگاه تو سر بزنه و شاید توی شرطی از تو خرید کنه. و شما در هر لحظه از شبان روز به واسطه این کانتنت کریشنی که میکنی، تو محتوایی که میکنی و این آگاهی که با آدم میدی، مثلا من طلا فروش میرم از چت جی پی تی استفاده میکنم، تقویم این که آقا من تو یک ماه آینده چی کار بکنم، سهم بازارم رو روش بدم، از این یه مشاوره ای میگیرم. حالا اینا بعد ما تو دورهای خودمون اینا رو خیلی تخصصی تر رو بچه ها میدیم، ابزار میدیم، همون حالت ترین کردن رو میکنیم، یعنی مثلا برای اون طلا فروشه یه جی پی تی کاستم تعریف میکنیم که این دقیقا بتونه بر اساس نیازهاش سوال جواب کنه. یعنی وقتی از اون میپرسید که سوال جواب پرت و پلا نشه، اگه بگه بدون آقا این مثلا بازار هدفش مثال داخل ایران هست فقط، مثلا توی اروپا نمیخواد فعالیت کنه، پس جوابایی که بهش میده بر این اساسه. میاد تقویم یک ماهه مینویسه آقا من چه چیزهایی باید آماده کنم، چه نوع ویدیوهایی بگیرم، چه پستایی بذارم، چیکار کنم که تبلیغ این کار خودم رو بتونم به صورت مداوم تو این صفحه اینستاگرامم یا وبسایتم که اینا با هم بعد لینک میشه و حالا پلتفرم‌های دیگه‌ای که میتونن کمک کنن برای فروش داشته باشم. وقتی من این کار رو بکنم یه آدمی از بیرون میاد اتفاقی توی این بازار و شام اکسپلور اینستاگرام صفحه من رو میبینه، یه پستی رو میبینه، یه چیزی رو میبینه، رجوع میکنه، میره میبینه اونجا صدها محتوای دقیق تخصصی، یه حرفی زدم، یه چیزی ارزشی بهش دادم، یه چیزی یادش دادم، یه کاری کردم که این آدم بتونه مثلا میخواد بره یه چیزی رو بخره کلا سرش نره و هزار داستان دیگه. همین تریکای ساده، همین محتوای کوچولوی آموزشی چند ثانیه‌ای که معمولا به یه دقیقه هم نمیرسه، مثل این پست آخری که من الان براتون شیر کردم، اینها کمک میکنه که آدم ها یواش یواش اعتماد کنن که آقا تو کارت یه تخصصی داری، یه سرویسی داری میدی که قابل اعتماد هست، یعنی من میتونم از شما مثلا طلا بخرم و حالا نماد اعتماد الکترونیک داری، وبسایت داری، این داستان هم که اینا پشتوانه کار توئه که دیگه من با خیال راحت بتونم از تو طلا بخرم. یا تو اصلا میگی آقا من پرداختم در به منزل اومدم اونجا، شما ببینید طلای خوبه، اوکی، یه فاکتورشو مطابقت بده، وزن بکن، همه کار رو بکن، بعد پرداخت هر چیزی. اسپانسر این اپیزود ما کسی نیست جز AI Art Club، این آکادمی که با تمرکز روی آموزش در حوزه ابزارهای هوش مصنوعی از سال 2023 کار خودش آغاز کرده، دورهای متعددی رو در این حوزه آموزش میده. ولی اینکه چطوری این کار رو بکنم، امروزه داستان اینجوری بوده که قبلا باید میرفتی سراغ یه سری شرکت تبلیغاتی، یه سری مشاور سوشال مدیا بودن، یا آدمایی بودن که هنوزم هستن، دوره هایی میدن، چند ده میلیون تومان تو باید بدی بری دوره رو یاد بگیری که تازه مثلا چطوری توی همین فضاها یه محتوای مرتبط با تخصصت که حالا تخصص آدم متعدد هست، یه نفر تو حوزه نمیدونم خدمات، یکی دیگه داره کالایی میفروشه، یکی دیگه اصلا محتوای طنزی تولید میکنه که بعد از طریق اون میره تو حوزه مثلا تبلیغات پول در میاره، همه اینا به یه نحوی باز اینا که الان دارن یه آموزشای میدن آقا بیاین چه جوری تو اینستا این کارو بکنین، ویو تو فلان بشه، پست تو اینجوری بنویسین، اینا همش واسه چیه؟ واسه اون مرحله اول است دیگه، یعنی من یه محتوایی بدم، یه آگاهی بدم، آدما جذبش بشن و یه ارتباط کسب و کاری این وسط صورت بگیره. این ابزارهای هوش مصنوعی دقیقاً تو همین مرحله اومدن، نمیگم جایگزین اون آدما با تخصص و تجربه و دانششون شدن، ولی یه درصد بالایی از کارهایی که اونا میکردن و اینها دارن برای ما انجام میدن. یعنی شما میتونی الان تا 6 ماه دیگه برنامه ریزی کنی چجوری یه چیزایی رو تولید کنی، چطوری یه ویدیویی آماده کنی، چطوری یه ویدیو بگیری بکنیش 10 تا دونه ویدیو، همه اینا رو دیگه AI انجام میده. چطوری وقتی داری حرف میزنی به زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه و 10 زبان دیگه هم این ویدیو تو دوبله بشه و اگر خواستی مثلا نمیدونم یه محصولی بفرستی یا یه کشور عربی هم یه پست نمیدونم 10 تا پست هم عربی بذاری، اصلا یه
وبسایتت رو عربی کنیم و همه اینها رو اون داره برات انجام میده. وبسایتت هم خودت باش میتونی طراحی بکنی. نمیدونم حالا اگر سرویس دیزاینی طراحی از این کارا بلدی بکنی، خب تو به کمک این ابزارها میتونی بری و مثلا اگر تا دیروز برای طراحی یه فرودگاه واقعا یه تیم 20 نفره میخواستی با تخصص تجربه متوسط بالای مثلا 15 سال، الان خودت به انضمام یکی دو نفر دیگه میتونی مطالعات پروژه رو ببندی، فرایند طراحی جلو ببری، اتودای اولیه در بیاری. و اینو کجا استفاده میکنی؟ تو اگه دانشجوی معماری، اگه معمار مبتدی، خب میبری تو مسابقات اینو مطرح میکنی، آقا پروژه بره تو مسابقه، اگر به یه جایی رسید خب این موقع اون مسابقه مثلا $100,000 جایزه شه و شما برای فاز دوم که قرارداد بستی، خب حالا آقا اینو شما $5,000 نه $10,000 ببری با 4 تا آدم حرفه‌ای‌تر سهیم بشی، به راحتی چی پروژه میتونه تبدیل بشه به اون فازهای به اصطلاح اجرایی و نقشه های فاز دو و بقیه اسنادش تولید بشه، اون قسمتی که باز تولید باید بشه. چون مثلا رندرهایی که حالا ای آی یا هوش مصنوعی میده خب خیلی شاید حرفه‌ای دقیق و پیشرفته باشن، ولی اینا که خب معماری نیستن، اینا حل پلان دارن و هزار داستان دیگه. البته من تو دوره‌ها به بچه‌ها این رو هم آموزش میدم که این فرایند رو اگر صحیح رو طی بکنی و فقط یه تکستی ننویسی دنباله خروجی باشی، این هم میتونه یه ابزار طراحی بشه. و هر اتفاق دیگه ای، من میخوام کمپین فروش راه بندازم، اصلا تا دیروز نمیدونستم کمپین فروش چطوری تبلیغاتم ببندم، با کی ببندم، همه اینها رو به کمک ای آی شما میتونی الان جلو ببری. و کل هزینه هایی که ماهانه شاید بدی، چون لازم نیست همه اینها رو هم هر ماه که اشتراکش شما بخری، ممکنه یه ماه بخری سه ماه نخری، ولی شما میتونی از الان از صفر یه بیزینس جدید برای خودت راه بندازی. شما میتونی یه آدمی بشی که به بقیه کمک کنه توی مسیری برن، مثل یه راهنما، مثل یه کوچ، مثل یه گرو بشی، میتونی بری آموزش بدی به خیلی های دیگه. و همه اینها زمینه های درآمدی رفقا. ببین من دیروز پریروز داشتم تو سایت دیوار سطح متوسط آگهی های اشتغال برای بچه های لیسانس به بالا رو میدادم، نمیگم تمیزکار و اینا، کسایی که لیسانس دارن به بالا و تو حوزه های مختلف، درآمد از 7-8 میلیون تومان در ماه به ازای نمیدونم 5 روز تا 6 روز روزی 8 ساعت کار، از 7-8 میلیون شروع میشد دیگه، خونه پرش میرسید به 40-50 میلیون، که تو 40-50 تومان هم تازه اون بابا مثلا واقعا یه پست مدیریتی بود، یه آدمی بود که مثلا 15 سال سابقه نیاز داشت و خیلی چیزای دیگه. و این عدد وقتی به دلار تبدیل کنی تو اون رقم 5 میلیون میشه $1,000. حالا شما فکر کن به کمک این ابزارها شما فقط اگر یک مثلا 5 تا مشتری داشته باشی که تو همین فضا خدمات بهشون بدی، آقا 5 نفر بیان من کمکشون بکنم مثلا بیزینسشون رو رشد بدن، آقا جون پیج اینستاگرامشون رو چطوری سروازش رو بسوزن، چطوری نمیدونم محتوای تبلیغاتی آماده کنن، چه سناریوهایی نمیدونم تولید محتوایی داشته باشن، چه چیزایی بذارن کاور پست، ولا همین بازیه که همتون شاهدش هستید دیگه. این مشتری ها هر کدوم حاضرن به شما ماهانه 500 تا 20 میلیون تومان بابت این خدمات بدن، یعنی با 5 تا مشتری شما دو برابر درآمد اون آدمه رو تو یه قالب فریلنسر خواهید داشت. این که دارم بهت میگم یکی از ساده ترین متدهایی که تو امروز به کمک ای آی میتونی انجام بدی. مضاف بر این که حالا مثلا اگر شما یه تخصصی داری توی حوزه کار آموزشی بلدی، میتونی صدها دوره عرض میکنم به خدمتتون آموزشی تعریف بکنی تو حوزه‌های مختلف، که این در گذشته نه اینکه نمیشد، خیلی زمان‌بر بود، خیلی سخت بود، شما میخواستی براش سرفصل بنویسی، شاید خیلی گیج بودی، میخواستی تنظیم کنی این محتوا رو چطوری عرضه بکنی، چطوری زمان بندی کنی، حالا همه اینا رو در میاری، شما حتی در میاری آقا یک ساعت من میخوام اونجا برم صحبت کنم، این یک ساعت رو چجوری ببندم و چطوری برم. به هر شکل اتفاقی که الان افتاده، ما در یک انقلاب صنعتی هستیم که این انقلاب صنعتی که موسوم هست به انقلاب صنعتی چهارم از سال 2016 شروع شده و الان ما داریم اولین تأثیرات این رو توی زندگی روزمرمون میبینیم رفقا. یعنی همین جایی که شما عنوان تفریح میای توی تیک تاک، میای توی اینستاگرام و شما داری تفریح میکنی، یه آدمی داره ماهانه چند میلیارد تومان ازش پول میسازه، خیلی هم پیچیده نیست، ولی 6 ماه زمان بذار شما همین کارا رو بکن و به اون جایگاه برس. اون کسی که معماره، الان بچه‌ها میدونم یه تعداد زیادی طراح معمار تو صفحه من هستن به خاطر حالا تخصص من و آموزشایی که در گذشته داشتم و پادکست‌ها،
این بچه ها اغلب مشکلشون اینه که آقا جو من مثلا تا در گذشته کارمند بودم یا الان کارمندم، سطح درآمدی پایینه. تمام دفاتر معماری الان نیازمند یک شخصیتی هستن که یه تخصصی تو این حوزه ها داشته باشه و بتونه سوشال مدیا اینها رو رشد بده. یعنی شما الان برو سطح مهارتی تو ببر بالا، به هر کدوم از این شرکت رو شما بری بهش بگی آقا ما 5 میلیون 100 میلیون واسه که به اسکیل شرکته و من این توانمندی ها رو دارم، میتونم برای شما تعریف کنم، یک کلندر تقویم محتوا بدم، بگم چه چیزی باید تولید کنی، چطوری تولید کنی، چطوری رشد کنه صفحت، نمیدونم چطوری پروژهات رو پریزنت کنی، تدوین ویدیوهات چطوری باشه، چطوری صداگذاری بشه و همه این مهارت ها رو AI در اختیار تو به صورت یه استودیوی شخصی تو همین موبایل بهت داده. یعنی شما کافیه که یه دسترسی به اینترنت داشته باشی. و مشکلی که خیلی از بچه‌ها میگن الان من چطوری برم مثلا تو اون سایت خارجی خرید بکنم، ابزارهای واسطه، صد تا وبسایت هستن برای شما، پیپل میسازن، کارت بین‌المللی تولید میکنن و شما نمیخوای که مثلا 100 هزار یورو با اینجا به جا کنی، شما میخوای یه اشتراک 20 دلار 30 دلاری در ماه بخری. خب اون کارت محدود در این حد یا گیفت کارت این کارتو برای شما، این کارو برای شما انجام میده. حالا اگه یه پیپلی هم بتونی باز کنی، درآمد ارزی هم این وسط حاصل بشه، از خارج از ایران میتونی جذب کنی، ولی شما درآمد ارزی هم به خدا لازم نیست انقدر نگران باشی که آقا من حتما باید برم تو فلان وبسایت مثلا آپورک پروژه بگیرم، حالا مثلا یه پروژه 500 یورو بگیرم مای 25 تومن. بهت دارم میگم شما 5 تا شرکت بگیر باهاشون خدمات بده، به هر کدوم مای 10 میلیون تومان قیمت بده باشون کار بکن، مشتری مختلفی رو میتونی جذب کنی. اصلا این کارا رو هم نکن، شما یه محصول فیزیکی شروع کن فروختن همین الان، یه تیشرت ساده سرچ بزن ببین کجا تو ایران چاپ روی تیشرت میزنن با این وبسایت، حتی رایگانش، نمیگم برو میجرنی بگیر هزینه بدی، یه موضوعی رو تعریف کن، یه سری تصویر تولید کن، تصویرا رو چاپ بکن رو این تیشرت ها، تمام شده یه اون تیشرت با چاپ و همه تشکیلاتش، اگه شما مثلا 1000 تا دونش رو بتونی تهیه بکنی تو سایز بندی، شاید مثلا دونه ای نمیدونم 100,000 تومان هم پای تو در نیاد و به راحتی اینو دو برابر قیمت بعد میتونی بفروشی، به شرطی که بیای تو پلتفرم های مجازی فعال بشی و یک صفحه فروش راه بندازی، کالات و محصولت رو شروع کنی برندینگ کردن، روش حرف زدن و این میشه یه روش فروش. تو سایت دیوار هزاران شغل الان برای شما وجود داره که با استفاده از AI میتونی بری به بقیه کمک کنی، یه سرویسی بدی و یه مشکلی رو حل کنی. تو همه این لحظه ها یه چیز رو رفقا فراموش نکنید، شما باید بتونید مشکلی رو از بقیه حل بکنید و اگه این کار رو بکنید همه حاضر میشن بابت این به شما پولی رو پرداخت کنند. همین شرکت اوپن ای آی در سال 2023 تونست 5700 برابر درآمد جذب کنه و رسید به یک شرکتی به ارزش 1.6 بیلیون دلار. این ارزش از کجا اومد؟ چون چت جی پی تی میتونست مشکلاتی رو از آدم ها حل بکنه، یا سوالی داشتی، یه مقاله میخواستی بنویسی، یه کاری میخواستی بکنی، یه موضوعی رو آگاه نبودی چیه. من به بچه های کلاس های خودم گفتم دیگه آموزش زبان، یعنی یه دونه کاراکتر یه معلم در خدمت من 24 ساعته که داره به من زبان یاد میده، در همه ساعت تمرین هام رو حل میکنه، اشکالاتم رو میگیره و صد چیز دیگر رو من الان به کمک چت جی پی تی دارم. و خب این چی شده؟ این باعث شده که من حاضر بشم برم هزینه ای رو به این پلتفرم پرداخت کنم ماهانه، در ازاش این مشکلات رو حل بکنم. این اتفاقی هست دوستان که داره AI رقم میزنه. خیلی از ماها اگر نتونیم با این جنبش حرکت کنیم جا میمونیم. دوستان روزی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، ماشین های به اصطلاح نساجی مدرن اومدن، ماشین آلات کشاورزی اومدن، هزاران کشاورز بیکار شدن. زمانی که کارخانه های تولید نخ و اینها از اون قالب سنتیشون تبدیل شدن به کارخانه‌های پارچه بافی مدرن، یه تعداد کارگری اضافه شد اینجا، ولی صدها کارگری که در گذشته کار نخریسی سنتی می‌کردن بیکار شدن و خیلی چیزای دیگه. حالا شاید مثلا اون کتاب رو خیلیتون خونده باشین که راجع به مهره کلیدی حرف زنه، یعنی میگه شما باید تو کارت، تو کسب و کارت، تو جایگاهی که هستی، تو سازمان شرکتی که حضور داری،
تو یه مهره کلیدی باشی که قابل جایگزینی نباشی. ولی خب متاسفانه خیلی از ماها که فروشنده یه محصولی هستیم، یه سرویسی میدیم، یه خدماتی میدیم، خیلی اوقات قابل جایگزینی هستیم. شما اگر یه کارمند رده متوسط تا حتی رده بالا هم باشی تو ساختار سازمانی به راحتی قابل جایگزینی هستی. البته خب ممکنه حالا برای اون کارفرما شما زمان ببره تا یکی دیگر دوباره آموزش بده، با یه مهارتی بیارتش بالا، برسونتش به جایگاه فعلی شما، ولی خب این قابل جایگزینی هست. اینجوری نیست که نشود چنین کسی رو جایگزین کرد. بنابراین در سال 2024 آدمایی که اصطلاح فرانسوی اتوانت خوب خونغن، یعنی خود اشتغالن، خودکار آفرینن، یعنی خودشون میتونن صاحب کار خودشون باشن و خودشون کارفرمای خودشون باشن، اصطلاح خیش فرما باشه، این خیش کارفرمایی رو جلو ببرن، اینها آدمای موفق تری خواهند بود. چرا که اگه در گذشته 10 نفر نیرو نیاز داشتن تا یه بیزینس شخصی رو ران کنن، الان از اون 10 تا 9 تاشون رو AI داره پوشش میده. 9 نفر از اون آدمایی که تو سمت شرکت تو قرار بود بیان بشینن، یه مهارتی داشته باشن، یه کاری بکنن، از اون نمیدونم منشی که قرار بود ایمیل بزنه، جلسه تنظیم کنه یا هر چیزی، تا اون آدمی که قرار بود بحث مارکتینگ شرکت رو پیگیری کنه، همه اینا رو داره AI انجام میده. AI هست که الان ببینید شما اصلا که برای شما میره تبلیغات رو به صورت مداوم ایمیل مارکتینگ میکنه، باهاش به اصطلاح اسکیجولش میکنین و تنظیم میکنین بر اساس تقویم، چه روزایی چه محتوایی چه شکلی بنویسه، برای تو مقاله تولید میکنه، تو فقط تیتر بهش بده، بگو آقا من این مقاله رو میخوام به این شکل بزنی تو وبسایتم، من دارم فلان چیزو میفروشم، نمیدونم دستگاه فیزیوتراپی خونگی میفروشم، ولی خب باید راجع به این مقاله تولید کنم، مثلا تو وبسایتم، تو رفتی سرچ کردی دستگاه فلان، وبسایت منو ببینی، مقاله رو بخونی، اعتماد کنی، بیا از من خرید بکنی. تا دیروز باید میرفتم یه کپی رایتری پیدا میکردم، یکی مقاله بنویسه، حالا از کجا یه عکسی پیدا بکنم. حالا همه اینها رو تو داری راحت توی پلتفرم انجام میدی، عکس مخصوص اون پستت مثلا میسازه برات، نمیدونم متن پستت رو مینویسه، دوباره AI هست که حالا میگی مثلا اینا اگه هوش مصنوعی بنویسه قابل تشخیصه، اون دوباره اون لحن رو میبره لحن انسانی میکنه و همه اینها رو ما به صورت جامع تو وبینارمون آموزش میدیم.